امروز پنجشنبه دوم اکتبر دور هم جمع شدیم در شهر اوکویل. من از طرف کمیته آزادی برای زندانیان سیاسی میخوام پیام این کمیته رو به مردم جهان بگم که این کمیته 100% مقاومت به حق مردم و بالاخص زنان افغان رو به رسمیت میشناسه. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی کمیته ایست برای بودن داشتن صدای زندانیان در پشت دیوارهای اون زندانها و الان تمام مردم افغانستان به حساب زندانی سیاسی حساب میشن به خاطر اینکه با توجه به کاری که گروه تروریستی طالبان داره انجام میده و مرزهای این کشور رو بسته و اون مردم رو به صورت اسیر نگه داشته در داخل اون مرزهای محدود شده خودش، عملا از تمام مردم افغانستان زندانی سیاسی درست کرده. ما میخوایم صدا و ندای این مردم باشیم و ما میخوایم بگیم که هیچ وقت هیچ کس حق آزادی و نفس کشیدن رو بر کس دیگه حق نداره ببنده. ما میخوایم صدای این مردمی باشیم که 20 سال گذشته رو از یک نیمچه دموکراسی واقعا برخوردار بودن و الان دوباره بر اساس زد و بحث‌های سیاسی که بین آمریکا، پاکستان، گروه تروریستی طالبان و ایران به نظر ما به وجود اومده، دوباره اسیر همون عقب‌گرایی و همون واقعا آنارشیستی که این گروه میتونه به هر کشوری وارد کنه بشن. شعار نو به طالبان، نو تو طالبان، بوتین کابل و تهران یک شعار بین‌المللی هستش. واقعا مردم ایران هم به نوعی از چنین طالبانی 43 سالی دارن زجر میکشن. ما میخواییم از طرف این کمیته بگیم به همه دنیا که این مبارزات بسیار به حق و ما 100% اونو ساپورت میکنیم. نو تو طالبان، بوتین کابل و تهران. نو تو طالبان، بوتین کابل و تهران. Okay, thank you.